بینندگان عزیز درود بر شما از استدیوی خبر تلویزیون تیشک اهم آخرین رویدادها را به آگاهی شما میرسانیم یک معلم معابادی به دو سال زندار محکوم شد یک معلم معابادی به نام علی پاسبار از سوی دادگاه انقلاب به تحمل دو سال زندان تعذیری و چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد به گزارش آژانس خبری موکریان اتهامات نسبت داده شده به علی پاسبار اقدام علیه امنیت و همکاری با یکی از اعضاء به اپوزیسیون میباشد و به دلیل این حکم اخیرا در شهر بوکان بازداشت شده و به زندان مهاباد انتقال یافته است پاسبار همچنین در تابستان سال 1384 مدتی را در بازداشت به سر برد و با قرار وسیقه آزاد شده بود محمد صالح ایومن به چهار سال زندان محکوم شد محمد صالح ایومن دانشجوی کرد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به چهار سال زندان محکوم گردید این حکم در تاریخ 8 آبان 1387 صرفا به رؤیت وکیل وی رسانده شده و از ابلاغ رسمی حکم به صورت کتبی ممانعت به عمل آمده است. محمد صالح ایومن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران از جمله چهار بازداشت شده مورخه 18 آذرماه 1386 دانشگاه تهران بود که در جریان برپایی مراسم روز دانشجو توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان اوین گردید که پس از تحمل 92 روز بازداشت با, با قرار وسیقه اولیه 150 میلیون تومانی که بعدا به 80 میلیون تومان تقلید یافت از زندان آزاد شد همچنین حکم اخراجی قطعی محمد صالح ایومن از دانشگاه نیز صادر شده و از ادامه تحصیل نامبرده ممانعت به عمل آمده است جلسه اول دادگاهی محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کرد در تاریخ دهم شهریور 1387 به علت عدم حضور نماینده دادستانی به تاریخ 13 مهر ماه موکول شد که جلسه دادگاهی به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه و در پشت درهای بسته برگزار گردید اتهامات نسبت داده شده به محمد صالح ایومن حضور در تجمع روز 18 آذر ماه 1386 به مناسبت برپایی مراسم روز دانشجو اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام ارتباط با اعذاب کردستانی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور تحصیل مال نامشروع و ورود و خروج غیرقانونی از مرز کشور می باشد که در خصوص موارد پنجم و ششم دادگاه انقلاب رسیدگی به آنها را به دادگاه عمومی واگذار کرده است گفتنی است جواد علیزاده یکی دیگر از چهار دانشجوی بازداشت شده در 18 تیر ماه 1386 ماه گذشته وسیقه هایی که برای آزادی وی واگذار شده بودند مجددا به صاحبانشان بازگردانده شده و جواد علیزاده به زندان اوین منتقل شد نامبرده اکنون در بند 209 زندان اوین به صورت بلا تکلیف نگهداری می شود دانشجویان دانشگاه تفرش تجمع اعتراضی تشکیل دادند روز دوشنبه ششم ماه آبان دانشجویان دانشگاه تفرش اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند که دو ساعت به طول انجامید در این تجمع دانشجویان نسبت به کیفیت بد غذای سلف سرویس بیکفایتی مسئولان دانشگاه و نواقص عمده در سرویس های دانشگاه اعتراض کردند در خبر دیگری آمده است یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم دانشگاه معلم تهران به اسم مهران عباس در منزل پدرش بازداشت شده است به گزارش خبرنامه امیر کبیر ماموران اطلاعات هنگام بازداشت مهران عباسزاده حکم تفتیش منزل و انتقال وی به زندان اوین را در دست داشتند و به خانوادهش گفتند برای پیگیری وضعیت فرزندشان به دادگاه انقلاب شعبه خیابان معلم مراجعه کنند. مهران عباسزاده در شهری ورماه سال جاری به دادگاه انقلاب شعبه کرج و در بیستم مهرماه نیز برای دومین بار به کمیته انضباطی احضار شده بود. دستگیری وی به دنبال آن روی می‌دهد که انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم در بیانیه‌ای تحلیلی ضمن اعتراض به علل ابطال مجوز انجمن اسلامی این دانشگاه اقدامات نیروهای امنیتی در راستای ایجاد تشکل‌های موازی برای حذف تشکل‌های دانشجویی را فاش ساخته بود در خبر دیگری آمده است سه تن از فعالان دانشجویی و اعضای انجمن اسلامی دانشجویان با اسامی مجید توکلی، آرمان صداقتی و پدرام رفعدی به شابه سوم دادیاری ناحیه ششم تهران اعزام شدند. در این احزاری از دانشجویان مزبور خواسته شده است ظرف سه روز آینده خود را به این نهاد تحویل دهند. رئیس اقلیم کردستان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. روز گذشته مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان با جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. در این دیدار، بوش نقش مبارزات کردها در تلاش برای ایجاد یک عراق آزاد را مهم توصیف کرد و مبارزات کردها در این راستا را مورد ستایش قرار داد. رئیس جمهور ایالات متحده محور اصلی گفتگوهای خود با رئیس اقلیم کردستان را مسائلی چون قانون انتخابات عراق، نفت و گاز و انعقاد قرارداد امنیتی میان آمریکا و عراق عنوان کرد. وی گفت مطمئن است که پیمان نامه امنیتی میان آمریکا و عراق به تصویب قانونگذاران عراقی خواهد رسید. برنامه سفر مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان به ایالات متحده آمریکا دیدار با مقامات آمریکایی چون رئیس جمهور، جانشین رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و بخشی از کردهای مقیم آمریکا را شامل می شود. بیش از پنجاه تن رشته انفجارهایی در هند کشته شدند. امروز در ایالت آسام هند یک رشته انفجار به وقوع پیوست که طی آن پنجاه تن به قدر رسیدند به گزارش رویترز یازده انفجار با فاصله مدت زمان کمی در بازارها و اماکن مهم چهار شهر ایالت آسام روی داد که دویست و سی و پنج تن زخمی نیز به دنبال داشت یکی از انفجارها در نزدیکی ایستگاه پلیس و ساختمان دادگاه شهر گوا به وقوع پیوست تاکنون مسئولیت این انفجارها را کسی به عهده نگرفته است در ایالت آسم واقع در شمال شرق هند ده ها سال است که جدایی طلبان فعالیت دارند و در این اواخر نیز به محل تحرک اسلامیست های بنیادگرای بنگلادشی مبدل شده و مسئولیت نارامی های اخیر در این منطقه به آنها نسبت داده شده است طی انفجارهایی که در ماهای گذشته در هند روی داد بیش از 125 تن به قتل رسیدند در واکنش به این خشونتها ها دولت هندوستان جامعه بینومنالی را به مقابله با پدیده تروریسم فراخواند یک انفجار در ساختمان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روی داد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان طی انتشار ای اعلام کرد امروز 3 اکتبر در داخل ساختمان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل یک بمب منفجر شده و بر اثر آن پشتان کشته شدند که یکی از آنان یک مامور پلیس بوده است گروه بنیادگرای طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و هدف از انجام این عملیات را مشاوران خارجی این وزارتخانه اعلام کرده است به گفته این گروه سه تن از اعضای آنان در این عملیات شرکت داشته که دو تن از آنان به سوی محافظان امنیتی ساختمان وزارت اطلاعات و فرهنگ آتش گشوده و نفر سومی توانسته خود را به داخل ساختمان برساند و منفجر سازد این وزارتخانه مورد حملات انفجاری دیگری واقع شده اما آن حملات در داخل ساختمان روی نداده است به گفته یکی از کلینیک های پزشکی کابل شمار زخمی شدگان این حادثه 18 تن میباشد حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این تهاجم آن را در راستای تلاش های دشمنان برای به انجام نرسیدن گفتگوهای صلح با طالبان عنوان کرده است این انفجار پس از برگزاری اجلاس جرگه صلح منطقه‌ای در پاکستان روی داد که در آن مقامات پاکستانی و افغانستانی راهکارهایی از بین بردن پدیده تروریسم در کشورهایشان را مورد بررسی قرار دادند و به توافقاتی در این زمینه دست یافتند. یک انفجار در اسپانیا روی داد. امروز یک خودروی بمبگذاری شده در پارکینگ یک دانشگاه در شمال اسپانیا منفجر شد که موجب زخمی شدن 17 تن گردید. این پارکینگ در نزدیکی شهر نوارا در پامپولنا قرار داشت و هنگام انفجار اتومبیل بمبگذاری شده مملو, مملو از دانشجو بوده است این انفجار پس از دستگیری چند تن از فعالین گروه جدایی طلب اتا روی میدهد و گروه مزبور در دانشگاه نوارا حضور فعال دارد تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است جدایی طلبان اتا خواستار جدایی این منطقه منطقه باسک از اسپانیا هستند کاهش نرخ بهره در آمریکا موجب رونق بازارهای آسیا شد پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت نرخ اصلی بهره را نیم درصد کاهش دهد نرخ سهام در بازارهای بورس آسیا بالا رفت این اقدام موجب شد نرخ سهام در بازار بورس توکیو 10 درصد بازار بورس هنگ کنگ 12 درصد بازار سهام سئول 12 درصد در چین تایپه 6 درصد و در سیدنی 4 درصد افزایش یابد این دومین بار طی ماه جاری است که مقامات آمریکایی نرخ بهره را پایین میآورند و علت آن را تزلزل عمده رشد اقتصادی کشور عنوان می کنند. بینندگان عزیز خبرها را مشاهده نمودید تا دیدار دیگر شاد و کامیاب باشید